حالتون خوبه عزیزان؟ با این پرستش عالی خوشحال هستید؟ حقیقتا خوشحالی؟ داوود میگه شادمان میشدم چون به من میگفتن که به خانه خداوند بیایم بریم. آمین. امیدوارم اگه شادم نبوده باشین به خانه خداوند وقتی اومدین در این مشارکت در این پرستش عالی شادی و شادمانی در قلبهای ما مثل چشمه به جوشه و تا به آخر ادامه داشته باشه. آمین. یک روز صبح یه دختر کوچیکی به مامانش میگه، این جوکو برای کسایی میگم شاید یه ذره دلشون اندوهگینه بلکه یه لبخندی رو لبشون بیاد. یک روز صبح یه دختر کوچیکی به مامانش میگه ماما خوشحال نیستی؟ مامانش میگه البته که خوشحالم عزیزم. دختر کوچیک میگه خب مثل اینکه هنوز این موضوع رو به قیافت نگفتی. بیایم از همین شروع تصمیم بگیریم، مخصوصا اگه کسای قلبشون یه جوری گرفته است، یه جوری ذهناشون مشغوله عزیزان، نگاه میکنن خیره میشن به مشکلاتشون، برای همین نمیتونن لبخند بزنن. بیایم امروز با چشمای ایمانمون به محبت، مراقبت، حکمت، وفاداری و امین بودن خدا نگاه کنیم. آمین. چون اگه به دنیا نگاه کنیم در این شرایط کنونی که داریم میبینیم حقیقتاً پر از استراب و ترس میشیم. اگه به خودت و شرایطت نگاه کنی چی میشه؟ افسرده میشی. درسته یا نه؟ پایین میای. اما اگه با ایمان به عیسی مسیح خداوند نگاه کنی که همین الان درون تو ساکنه، جای دوری نیست، همین الان درون تو ساکنه، در هر وضعیتی حتی اگه نتونی، مثل من خیلی موقع نمیتونم بخندم، ولی یه آرامش درونی داری. و کلام خدا تو اول یوحنا باب 5 آیه 4 و 5 خیلی زیبا اینو بازگو میکنه، میگه زیرا هر که از خدا مولود یافت بر دنیا و شرایط سخت و هر وضعیتی که به او هجوم میاره غلبه میکنه. و غلبه‌ای که دنیا رو مغلوب میکنه عزیزان چیه؟ با هم بگین ایمان ماست. و کیست آن که بر این دنیا غلبه میکنه جز آن که ایمان داشته باشه، یعنی نه ایمان بر هر چیزی، ایمان بر عیسی که پسر خداست. آمین. یه لحظه چشمامونو ببندیم. از این سبب ای خدای عالی زانو میزنیم، با قلب هامون نزد تو زانو میزنیم، قلب هامونو جلوی تو خم میکنیم که امروز ای خدای عالی به حسب اون دولت خودت، به حسب اون رحمت و مهربانی خودت به تک تک ما، همگی ما عطا کنی که در انسانیت باطنی خودمون از روح قدوس تو به قوت زورآور بشیم تا عیسی مسیح خداوند به واسطه ایمان در دلهای ما ساکن بشه و چهرهای ما بدرخشه مثل کسایی که حقیقتاً غنیمت وافری یافتن. آمین. عزیزانم کلام خدا در خودش خاصیت الوهیت داره، یه جوری الوهیت رو، خدا رو حمل میکنه. برای همین کلام خدا عامل خلقه، عامل نجاته، عامل مکاشفه است. و وقتی این کلام پر از حیات، پر از قدرت در زمینهای دل ما که آماده است کاشته بشه و ریشه بده، میوه میاره عزیزان، میوه میاره. و این میوه چیه؟ ایمان، امید، محبت. این اولین نوبرها ماه نوبر هم هستیم، اولین نوبرها و برداشتهای زندگی یه شخصیه که حقیقتاً تولد تازه یافته. ایمان، امید، محبت. و من امروز فقط میخوام به یکی از این میوه ها و نتایج عالی تولد تازه فکر کنیم، با هم صحبت کنیم. این پیام راجع به اینه، اون دانه قدرتمندی که از خداست و
و شروعش به ما کمک میکنه که ایمان بیاریم به عیسی مسیح. شروعش یه ایمان نجات بخشه، ولی کم کم به یه درخت تنومند تبدیل میشه که این ایمان پر از استقامت و پایداری خواهد بود. البته از همین شروع بازم بگم، من نوعی مکتب ایمانگرایی رو اینجا موعظه نمی کنم عزیزان، که کمترین ارتباطی با عیسی مسیح و کلام مقدس اون نداره. دیدگاه دنیای ما، دیدگاه دنیای معاصری که ما توش زندگی می کنیم، میگه اگه ایمان داشته باشی در امان هستی. اما اگه از او سوال کنی به چی؟ چه چیزی ایمان داشته باشی؟ اصلا نمیتونه جواب بده. تنها جوابی که میده تو فقط ایمان داشته باش و بس. بازم داستانی از یک مبشر معروف به نام جورج وایتفیلد که از یک نفر میپرسه ببخشین عزیز جان شما به چه چیزی ایمان دارید؟ میگه من ایمان دارم به آنچه که کلیسای من ایمان داره. میگه جسارتاً کلیسای شما به چه چیزی ایمان داره؟ میگه به آنچه که من ایمان دارم. و وایتفیلد خیلی عصبی میشه، کلافه میشه، میگه بالاخره میشه بگین هر دوی شما به چه چیزی ایمان داری؟ میگه ما هر دو به یک چیز ایمان داریم. و خودش هم اصلا نمیدونسته که به چه چیزی ایمان داره. ولی واژه‌ای که معنی ایمان رو در کلام خدا تعریف میکنه کاملا متفاوته. ایمان یعنی تکیه کردن در هر شرایطی، به خصوص شرایط سخت، با تمام وزن خودت روی عیسی مسیح و کلام مقدس او. چنین ایمانی عزیزان که رشد میکنه و تبدیل به یک ایمانی که پر از پایداری و استقامت میشه. دوباره میپرسم راستی ایمان چیه؟ تعریف ایمان چیه؟ همین الان من تا الان مثل نقل و نبات چندین بار این کلمه رو گفتم، درسته؟ خیلی موقع ما واژه هایی رو، عبارت هایی رو میگیم، هللویا، آمین، فیض، ایمان، انقدر اینو تکرار میکنیم که اصلا اون اصالت خودشو از دست میده و ما هم اصلا نمیدونیم حقیقتا این واژه‌ای که داریم میگیم هسته مرکزیش چی، چه پیامی برای ما داره. وقتی میگی من ایماندار هستم عزیزان، چه چیزی باید در زندگی من و تو ایجاد بشه که خدایی نکرده یه وقت تفکر تخیلی، افسانه‌ای در زندگی من و تو پیش نیاد؟ ایمانی که پولس میگه بالا غیرتن خودتو امتحان کن، ببین آیا در ایمان هستی یا نیستی. داره چی میگه؟ دکتر یویل بیکی که کتابچه خیلی مفیدی رو در خصوص ایمان نوشته که من قسمتی از این پیام و از این کتابچه خیلی مفید و عالی اون که امیدوارم بتونم سفارش بدم برای کتابخونه، قسمتی رو از این نوشته های ایشون الهام گرفتم. اینطور میگه، میگه وقتی به کلمه ایمان و درک اون بر میخورم، انگار تمام اطلاعات و سواد الهیاتی ما از تعریف مفهوم با شکوه ایمان کم میاره، قاصر میشه. کلمه ایمان مثل نفس کشیدنه، مثل زندگیه که در تمام تار و پود یک انسان زنده تنیده شده. ایمان قلب تپنده رابطه یک شخص تولد تازه یافته با خداست، با آسمانه. بدون ایمان هیچ شادی و هیچ شوری ناشی از اینکه روح القدس در تو ساکنه در بنی آدم از انسان تولد تازه یافته اصلا رخ نمیده. بدون ایمان تو زندگی دعایی درستی نداری. بدون ایمان شریان فعال خدمات بشارتی مسدود و قطع میشه. بدون ایمان فیض با تمامی قدرتی که داره عزیزان اثر بخشی خودشو از دست میده. بدون ایمان امیدی وجود نداره و زندگی تک تک ما با یه نسیم کوچیک پر از خستگی، ملال انگیزی، ناامیدی و یک نواختی میشه. ایمان چیه عزیزان؟ ایمان ماده مرموز اینی که یه دفعه وجود من و تو تراوش کنه. ایمان، دوباره میگم، تکیه دادن، لم دادن با تمامی وزن خودت، با تمامی اعتماد و یقین خودت به مسیح
کلام مقتدر او و وعده های گرانبهای اوست. تک تک ما بارها و بارها شهادت دادیم، تک تک ما در هر سنین ایمانی این تجربه رو داشتیم که چقدر با دورنمای وحشتناک بیپولی مواجه شدیم، با جیب‌های خالی، با بیماری‌هایی که هر دقیقه ممکنه به ما حمله کنه، با گره‌کورها، با بمب‌ها، با سونامی‌ها که در زندگی ما میاد. اما افراد شهادت دادن، حتی اگه ایمانشون به اندازه یک دانه خردل کوچیک بوده، معجزه الهی رو با چشمای خودشون دیدن، دیدن که چطور فقر به غنا تبدیل شده، بیماری به سلامتی، شکست به پیروزی، عزیزان ضعف چطور به قدرت تبدیل شده. محاله که ایمان نتیجه نداشته باشه، محاله که ایمان این فضیلت عالی که خصلت عیسی مسیح و یکی از ثمرات روحه باعث شرمساری من و تو بشه. باور میکنی؟ ایمان در یک جمله جریان خون یک شخص مسیحیه. میخوام خوب گوش کنی که اگه از جریان بازیسته، مرگ روحانی فرا میرسه. برای همینه که پتروس رسول در رساله اول باب 1:7 میگه این ایمانی که از طلا با ارزشتره، از طلا گرانبهاتره، باید در آتش تجربیات، آزمایشات قرار بگیره تا پالایش پیدا کنه عزیزان، تا مثل طلا تصفیه بشه، تا نه اینکه کوههای مشکلات ما رو جابجا کنه، تا روزی همین ایمان پالایش یافته در ظهور عیسی مسیح خداوند برای جلال، تکریم و اکرام خداوند ما به کار برده بشه. حقیقتا وقتی شاهکار ایمان رو نگاه میکنی با چه واژه‌ای میشه به تصویر کشی، چه حد و حصری برای تعریف این کلمه ایمان هست. اگه تا صبح هم راجبش صحبت کنم، فقط حقیقتا نمیتونم قطع کنم وارد موضوع اصلی بشم، چون یه موقع مقدمه باید خیلی بیشتر از خود اصل موعظه باشه. پولس افسوسیان میگه اگه میخواین در قوت خداوند زورآور بشین، باید اسلحه تام خدا رو بپوشین، باید به لباس رزم مجهز بشین، و لباسهای گوناگون رو میگه و بعد میگه بر روی همه اینا مثل یک کاور سپر ایمان رو بکشید، تا تیرهای شریر دشمن با این سپر ایمان خاموش بشه. عزیزان هیچی مثل سپر ایمان نمیتونه ما رو در پیروزی نگه داره. قدیس یوحنای صلیب که یکی از شاهکارترین کتاب خودشو به نام شب تاریک جان نوشته، انقدر زیبا ایمان رو توصیف میکنه که میگه ایمان اولین لباسیه که یه ایماندار حقیقی به تن میکنه. رنگ این لباس سفیده، انقدر سفیده، انقدر نورانیه که ذهن و عقل و استدلالهای بشری رو که میخواد خلاف شناخت خدا مخصوصا در مواقع سختی خودشو بلند کنه به زیر میندازه، کور میکنه این چشما رو. وقتی یک شخص مسیحی با تنپوش سفید ایمان حرکت میکنه در سفر پر تلاطم زندگیش، وقتی حرکت میکنه عزیزان، شیطان به خاطر اون نور سفیدی که از این تنپوش ساطع میشه از دیدن او عاجزه، چه برسه هی دم و دقیقه به او حمله کنه. تنها تنپوش ایمانه که ما را از حیلگرترین، مخوفترین دشمن جانمان ابلیس میتونه حفظ کنه. وقتی پتروس میگه در ایمان راسخ باش تا با ابلیس مقاومت کنی، انگار هیچ سپری عظیمتر و مهمتر از ایمان سراغ نداشت. انگار یه جوری داره میگه تمام این تعریفا وقتی تو ملبس میشی به تنپوش ایمان، یه جوری در اتحاد و وصلت با خدا قرار میگیری که بالاتر از هر نیروی ظلمت، جهانداران این تاریکی، ریاست‌ها، سلطنت، قدرت قرار میگیری، بالاتر از تمام اینا قرار میگیری. عزیزان هرچند
در تاریکی کورمال کورمال مواقعی پیش میاد که حرکت میکنی، از همراهانت و عدم درک اونا درد میکشی، مخالفان تو را احاطه میکنن، درهای آسمون رو بسته میبینی، رویاهاتو مرده و به خاک سپرده میبینی، حتی فاتحه اونا را میخونی، اما تو با لباس ایمان در تمامی این رنج ها و آزمایشات حرکت میکنی، تاب میاری و نگاه کردن به پیشوا و کامل کننده ایمانت، جلو میری تا دروازه نهایی نجات عبور کنی. باشه که ایمانداری که الان میشنوی با چشمای و گوشهای جانت، با چشمای جانت لباس تو همیشه سفید باشه و روغن بر سر تو کم نشه. این آیه که تو جامعه باب نوه حتی میگه این ردای ایمان مست تو روی سر تو میاره، مست قداست، مست خیشتنداری، مست پاکی، مست تخصیص و جدا شدن از این دنیایی که ما رو هر لحظه میخواد ببلعه. و ایمان عزیزان نه تنها نیاز به یه نقطه شروعی داره، بلکه نیاز به یک پایان محکم و پرجلالی داره. خیلی راحت میشه شروع کرد با یک ایمان نجات بخش، توبه کردم. یعقوب میگه عزیزان حتی شیاطین هم به وجود خدایان ایمان دارن، حتی شیاطین هم میتونن شروع خیلی پرجلالی داشته باشن، ولی ایمانی که پایداره و خستگی ناپذیره در هر شرایطی ادامه میده، این نوع ایمان مثل یک معجزه الهیه که در اثر پایداری اون شخص در زندگی او به وجود میاد. من و تو امروز به یک مربی نیاز داریم، به یک مربی کاردان عزیزان، که بتونیم جا پای او حرکت بذاریم و راه بریم به جلو. شخصی که مثل من و تو صاحب حواس پنجگانه است، شخصی که مثل من و تو در زمانهای زندگی میکرد که شاید خیلی بدتر از زمانهای من و تو بود. اسم این شخص کالیبه. اولین آیه که من انتخاب کردم در واقع آخرین آیه است. در اعداد باب 14 آیه 24 میگه اما، همه بگین اما، عاشق این اماها هم، هیچی مثل اما انقدر تفاوت ایجاد نمیکنه، سیاهی رو از سفیدی جدا میکنه، رذایل رو از نفایس جدا میکنه، تفاوت ایجاد میکنه. اما خادم من کالیب چون که روح دیگر دارد، عنوان این پیام اینه، او مرا به تمامی دل پیروی میکنه، نه با دلی منقسم شده، از این سبب او را و نسل او را وارد سرزمین کنعان خواهم کرد. این کالیب کیه؟ کوتاه میخوایم راجبش به طور خلاصه برای کسایی که نخوندن، مطمئنا خیلی ها خوندن. وقتی قوم خدا از آن قرار بود وارد سرزمین کنعان بشه، سرزمینی که از قبل خداوند مهرشو زده بود، وعدهشو داده بود، و موسی از طرف خداوند 10 نفر از سروران قوم رو برای جاسوسی به کنعان فرستاد. موسی به این 12 نفر گفت برین اونجا جاسوسی کنین، ببینین مردمی که اونجا ساکنن چجورین، چاقن، لاغرن، قویین، ضعیفن، کمن، زیادن، نیکن، بدن، کجا زندگی میکنن، تو بیابونن، تو قلعن، تو صخرن، زمین چجوریه، پره، خالیه، لاغر، چربه، چجوریه. راستی یادتون نره یه نوبره اون شهر رو برای من بیارید. یکی از سوغاتی ها دیدیم، ما یه سوغاتی که میاریم مثلا گزه اصفهان، معرف اصفهانه نیست؟ موسی هم خوب وارد بود، گفت یه نوبری برای من بیارین که حرفایی که میزنین طبق این نوبره قشنگ مشخص بشه. بعد 40 روز جاسوسی عزیزان، افراد با شادی و بشکن زنان وارد شدن،
پیش موسی سرشون رو خم کردن، احترام گذاشتن و بعد گفتم ببین حقیقتا هر چی که خدا گفته همونه. سرزمینی که خدا به ما داده پر از شیر و شهد و عسله. میوه‌هاشو نگاه کن، انگور روی چوب گذاشتیم که دو نفر فقط داره حمل میکنه. تازه اینو بیا ببین، در کیسه رو باز کن پر انار. انار مال کجا بود؟ ایران؟ ساوه. نمیدونم انجیر. همه بگین اما. اما خیلی ضعیف گفتین. مردمانی که در اونجا ساکنن زوراورن، شهرشون حسارداره. شروع کردن به منفی‌گویی. کالیب و دوست شوشب نون رخت خودشون دریدن، با این دریدن خواستن قوم خاموش کنن، دهنشون رو ببندن. خدا به ما زمین خوبی داده عزیزان، مبادا متمرد بشی. اینایی که دارین میترسین و میلرزین خوراک ما هستن، سایه اونا از سرشون گذشته. اما در آیه 31 باب 14 آیه 31 میگه ما را توان مقابله با اونا نیست، ساکنانشان زوراورن. ما رو میبینی این ملخ میمونین جلوی اونا، اونا همه غول پیکرن. من میدونستم، سفرهای گالیور یادتونه، کاشکی که در زمین مصر مرده بودیم. ما میدونستیم که میمیریم، ما میدونستیم که مغلوب میشیم. عزیزان همه 12 نفر خوب گوش کنید، در اتحاد، در توافق تشریح زمین بودن، تایید کردن، همه با هم تایید کرد، تمام محاسن زمین عالی. اما زمان تفسیر حقایق که رسید، بین اون دوتا دو دستگی به وجود اومد. 10 نفر ترسو بیمان که عزیزان دیده بودن چطور خدا دریای سرخ رو باز کرد، چطور این خدای شگفتی های اثار برای اونا معجزه های عظیمه کرده، ولی با بیمانی اندازه دیوارها رو زخیم تر دیدن، افراد و عظیم الجثه تر دیدن، تعداد غولها رو بیشتر دیدن. ترس همیشه این کارو میکنه، نه تصویر میسازه. یه نامه برات اومده میگی نکنه بندازنم از آلمان بیرون، درسته یا نه؟ من میدونستم نمیتونم بدهیمو بدم، منو میندازن زندان، نمیدونم منو بیرون میکنن، من اصلا خونه پیدا نمیکنم، من هیچ وقت زن اگه تو 40 سالم زن پیدا نکنم هیچ وقت آخر عمرم همجور بیوه میمونم. نتیجه چی شد؟ 2.5 میلیون اسرائیلی طرف 10 نفر بی ایمان و ترسو رو گرفتن. چرا عزیزان؟ چون بی ایمانی سخنان منفی و نسنجیده مثل وبا به افراد سرایت میکنه. جاسوسان چه گزارش بی رحمانه ای داشتن عزیزان. همه چی خوبه، انگوراشو ببینین، انجیر و اناراشو ببینین، اما دیدین دهنکجی میکنه یکی به یکی. نمیدونم چی میگن، اون موقع بچه بودیم نمیدونم یه ادههایی در میورن دهنشون، ولی تو نمیتونی وارد شی. چه گزارش بیرحمانه این نیست؟ فکر کن یه پسر بچه چند سال آرزوی دوچرخه داره، سالها رویاشو دیده، یه هایی بیان بگن این دوچرخه رو ببین یه دور بزن سوار شو چه دوچرخه خوبی، اما تو نمیتونی صاحب او بشی. فوتینا، آها دنبال فوتینا بودم، فوتینا تو نمیتونی. اصلا چه شکنجه روحی، چه جنگ روانی در فکر این بچه به وجود بیاد. اما خدا، کالی به خدا ایمان داشت، میدونست خدا انسان نیست که دروغ بگه، اون مثل بنی آدم نیست که به رأی خودش هی تغییر جهت بده. کالیب گفت سریع بریم ولفور، بریم این شهر رو تصرف کنیم. چرا گفت؟ عزیزان کالیب چراغ سبز رو دیده بود، وقتی ایستادن نیست. یادتونه موعظه صبر رو؟ وقت حرکته. قرار نیست یک کنفرانس تشکیل بدیم، قرار نیست بشینیم دعا کنیم، رأی گیری کنیم، حق ببینیم با کیه. خدا به دهان خودش سخن گفته و به دستای خودش به عمل میاره. از این زمانهایی که ما اراده خدا مشخصه، خداوند چراغ سبز رو نشون داده. میخوام اینو با اقتدار کلام خدا بهت بگم، تو شروع میکنی به بهانه‌ای
به بهانه دعا کردن استوب کردن. فقط میخوام بهت بگم خدا از این مدل دعاها نفرت داره. ایمانی که تأخیر میکنه ایمان نیست. ایمانی که به فردا مکول میکنه ایمان نیست. با بی ایمانی هیچ تفاوتی نداره. ایمانی که به بهانه دعا امروز فردا میکنه این ایمان نیست. ایمان حرکت میکنه. ایمان قولها رو کوتوله میبینه تا بزرگی خدا رو به نمایش بذاره. ایمان میدونه که او قادر است بکند بی نهایت زیادتر از آنچه که ما بخواهیم، فکر کنیم، دعا کنیم، به حسب آن قوتی که در ما عمل میکنه. عزیزان اون قوت چیه؟ روح خداست. آمین. کالیب با تمامی دل خودش به خدا ایمان داشت. کالیب 40 سال در میان قوم و افراد مویه کنان داشت زندگی میکرد با ایمان. کالیب 40 سال افراد دمدمی مزاج ناپایدار که ایمانی ناپایدار داشتن داشت تحمل میکرد. کالیب در میان قومی تشنجی که همه محبتشون به خدا و رهبرشون مثل شبنم صبحگاهی در حال زوال بود زندگی میکرد. کالیب در میان اقامتگاه زاری کنندگان دائما زندگی کرد. کالیب 40 سال در میان مبهوسان خواهشان چشم جسم زندگی کرد ولی ایمانش رو حفظ کرد. همون ایمان نجات بخش تبدیل به یک ایمان پایدار و خستگی ناپذیر شد. و قوم در نهایت شروع کردن به جمع‌آوری سنگ ها. بی ایمانی این کار میکنه نیست؟ اول ترس تولید میکنه، بعد خشم، نفرت. شروع کردن به جمع‌آوری سنگ ها در عدد باب 14 آیه 10. اما عزیزان کالیب شانه خالی نکرد. او حاضر بود مورد تمسخر قرار بگیره، توهین قرار بگیره، اما از پیروی از خدا پاهاش نایستاد. او حاضر بود نزد قوم بی اعتبار بشه، اما اعتبارش رو نزد خدا از دست نداد. کالیب از سنگسار شدن میترسید عزیزان، خیلی هم میترسید، میتونم حس کنم، اما ترس خدا رو بیشتر در دلش داشت، احترام خدا بیشتر در دلش بود تا از انسانها بترسه. اما خادم من کالیب که روح دیگر داشت که تماما من رو اطاعت میکرد، چه روحی داشت کالیب؟ روح ایمان. روح کالیب روح اطاعتی کودکانه بود، اما 10 تا جاسوس روح بیعتمادی، بی ایمانی، خودخواهی و ترس، نااطاعتی و خشم در نهایت در اونا شروع به رشد کرد. تمام این مطالبی که میگم کلمه به کلمش حقیقت محضه عزیزان، اما منشأ او از کجاست؟ منشأ این روحی که در کالیب بود در کجاست؟ اما خادم من کالیب یک روح دیگر داشت. از اون روح القدس از کالیب ساکن بود. خدا به واسطه ایمان در دل کالیب ساکن بود. خدا بود که به کالیب نیرو و قدرت میداد که اراده خدا رو، نه اراده خودش رو، خواهش‌های چشم و جانش رو انجام بده. و همین دلیل قدرت داشت در هر وضعیتی با عزم راسخ ایستادگی کنه. چی میخوام بگم عزیزانم؟ میخوام بگم من و تو در بهترین شکلش در خودمون هیچ نیرویی نداریم که پایداری کنیم در سختی ها، در بادهای مخالف، در عناد ها. ما با نیروی خودمون نمیتونیم شبیه کالیب بشیم. ما با قوت خودمون نمیتونیم شبیه اون کامل کننده ایمانمون در عهد جدید باشیم و در شنیترین و خارترین وضعیت مثل عیسی مسیح بیستیم. ما با قوت خودمون، چون قوتی نداریم، نمیتونیم در آتش آزمایش ها، در اون کوره های آتش ها تحمل کنیم. خاکستر میشیم، میسوزیم، خیلی هارم پایین میکشیم، میگیم وقتی در آزمایش ها نیستیم، ولی وقتی که اونجا بیفتیم وضع خیلی فرق میکنه.
گاهی من خودم شخصا یه موقع خیلی میزنیم تو سر این بیچاره 10 تا جاسوس، از 10 تا جاسوس هم بدتر بودم. انقدر در وقایع ناگهانی، انقدر وقتی یه دفعه یه چی سونامی اومده تو زندگی من، خودم باختم، ترسیدم که فقط زانو زدم، گریه کردم، خدا رو صدا کردم. ولی وقتی به خودم اومدم، این تسلی دهنده، این روح خدا رو دیدم هست، من یتیم نیستم، او رو طلبیدم، او رو صدا کردم، دیدم جون گرفتم، قادرم که به ادامه کردن، ادامه دادن در این تاریکی ادامه بدم. عیسی مسیح در یوحنا باب 14 آیه 1 و 25 میگه دل شما مضطرب نباشه، به خدا ایمان بیارین، به من نیز ایمان بیارین، سلامتی برای شما میذارم. عزیزان، نه این سلامتی معمولی ها، اون سلامتی که توش قدرته، دلیریه، شجاعته، کامیابی و شادیه، نه خوشحالی ها. خوشحالی با شادی خیلی فرق میکنه. خوشحالی فقط وابسته به وقایع بیرونیه، یه اتفاقاتی بیفته شنگولم، هللویا. ولی شادی هیچ ربطی نداره، مثل پولس، مثل دانیال اگه تو چاه شیرانه، بازم تای دلش پر از ایمان و شادیه که خدا قوت منه، با خدا میتونم از هر مانعی عبور کنم. دل شما مضطرب نشه، به خدا ایمان بیارین. من سلامتی خودم رو میدم، نه اون سلامتی که دنیا میده، توش قوت، دلیری، ایمان، امیده. اون سلامتی و پیروزی خودم رو به شما میدم. دل شما هراسان نباشه، دل شما مضطرب نباشه. ایمان دارم که امروز خداوند میخواد طبق نیاز تو، انتظار تو، درخواست تو، تو رو، منو، هممون نیاز داریم، پر کنه از روح القدس. شنیدی یه موقع ها میگیم فلانی پر شرارته، پر خشمه، پر طمعه، پر از شهوته، پر از دورویی و ریاست، پر از ترسه. شنیدی؟ خدا میخواد وقتی هر کی به ما نگاه میکنه، این برادر میخواد پر از روح خداست. پر از روح خدا یعنی پر شده از اون چیزهایی که خدا رو خوشنود میکنه، که بزرگترین اونا چیه؟ ایمانه. چون بدون ایمان از ما دائم در حال گناه کردنیم. بدون ایمان تحصیل رضامندی خدا محاله، ما نمیتونیم خدا رو خوشنود کنیم. بدون ایمان تو دائم توبه میکنی ولی دوباره برمیگردی سر جای اولت. میخوام برای کسایی که نمیدونن عزیزان یه خبر خوش بدم. اگه تو حقیقتاً تولد تازه داری، روح القدس سر توه، روح القدس سر توه. فقط امروز خدا میخواد، نه امروز، هر روز پرشی، روح القدس در توه خواهر و برادر عزیزم. ولی طول میکشه تا تو عمل کردش رو متوجه بشی، متوجه عمل کرده او در زندگی تو، مخصوصا در سختی ها بشی. یک نوزاد رو فکر کن، بچه خواهرم شهرزاد، میکائیل عزیز، فکر کن که من البته در این عزیز ندیدم، فقط الان یه دفعه اومد جلو چشمم. اولین بار که دستشو بلند میکنه اصلا نمیدونه این دست مال خودشه. دیدیم بچه ها اینجور نگاه میکنه، اینجور نگاه میکنه، دوباره میندازه، دوباره این دسته میاد، دوباره نگاه میکنه، تکون میده، نگاه میکنه، اصلا متوجه نیست که این مال خودشه. متوجه این، ولی بعد کم کم متوجه میشه این دستا متعلق به خودشه. بعد از مدتی میفهمی که با این دستا میتونه شیشه شیر رو بگیره. بعد از این مدت میفهمی که میتونه خودش در برابر مهاجمین، که خواهر برادر بزرگش اول این مهاجمین، دفاع کنه. درسته یا نه؟ بعد از یه مدت با این دستا بیسبال بازی میکنه، کامپیوتر کار میکنه، جاز میزنه، پیانو میزنه. وقتی به دنیا اومده بود این دستا رو داشت، درسته؟ ولی یه زمانی طول کشید تا بفهمه این دستا چقدر مفید هستن. هرچی که هم مسیح بودن منو تو بگذاره، البته اگه مشتاقش باشی، فقط نخوای ایمان نجات بخش و گاهی بری هر از گاهی یه تزریق دعایی از این و اون، یه مسکنی،
اگه میخوای، اگه مشتاق باشی، روز به روز بیشتر میفهمی چه قدرتی در توه. در چالش های سخت هرگز تو یتیم نیستی. میفهمی که چه قدرتی در تو، این میتونه حکمت به تو ببخشه که حرف بزنی، که سکوت کنی. تو تنها نیستی، خدا به وسیله ایمان در من ساکنه. عزیزان در هر سنی از ایمان باشی، پولس چی میگه؟ پر شوی در روح القدس تا بر طبق شخصیت، اراده، طبیعت عیسی مسیح، این کامل کننده ایمانمون و کالیب، این مدل ایمانمون زندگی کنیم، تا با آخر ایستادگی کنیم، پایداری کنیم. خدا امروز شما عزیزانم رو دعوت میکنه، در هر سن روحانی که هستین بیاین جلو تا از این قدرت پرشی، این قدرت رو بشناسی. وقتی از این قدرت پرشی، جنس این قدرت رو میشناسی، آگاهی پیدا میکنی عزیزان که این قدرت روح خدا درون توست، برای توست، طرف توست. متوجه هستین؟ ما اونجا نیست که خدا بالا باشه ما این پایین، این بدبخت، این مذهبه. روح خدا در منه، با منه. آمین. امروز بیا جلو، از روح خدا پرشی، از روح القدس پرشی، تا به همین زودی یه روزی از این روزها صدای روح القدس رو بشنوی. اما خادم من نسرین که یک روح دیگه داره، اما خادم من هنگامه، چون که روح دیگر دارد، اما خادم من امیر، چون که روح دیگر دارد. خادم من لادن، یک روح دیگه توشه. خادم من مجید، فائقه، سلماست، یک روح دیگر داره. چرا؟ چون با تمامی دل، با تمامی صداقت، نه با قلبهای منقسم شده، داره منو پیروی میکنه، اطاعت میکنه با تمامی دل خودش. بیا جلو تا این قدرت بی قیاس و نامحدود و بسیار عظیم که در توست، برای توست، بشناسی. که در بیابانهایی که جلو روته، آتشهایی که در این زمانهای آخر انتظارتو میکشه عزیزان، به خاکستر تبدیل نشی، بلکه مثل درخت طلا، درخشان و خالص بیرون بیای. بیا جلو این قوت رو با ایمان دریافت کن، تا وقتی که آتش خداوند میاد نه فقط سوخته نشی، بلکه ایمان تو هر لحظه به خصوص در تاریکی ها باعث تجلیل، جلال و اکرام نام خداوند بشه. آمین. من شما عزیزان که این پیام با قلبتون حرف زده و با چشمای ایمانتون میخواین روح القدس رو دریافت کنین، اگه پرین لبریز بشین، اگه خالیین پر بشین، دعوت میکنم که به جلو بیاین. و همجور خادمینی که آمادگی قلبی دارن، خودشون تفتیش کنن، به قول پولس خودشون امتحان کنن، دلی در حضور خدا آماده است، خادمین برای شما دستگذاری میکنن، دعا میکنن. این دستگذاری کاری نمیکنه، بلکه دعای ایمان و نام عیسی مسیحه که در هر شرایطی، مخصوصا کسایی که سخته، من خودم فکر نکنین قهرمان ایمانم دارم اینو میگم، من تو برهه از زمانم که بارها گفتم این خداوند، تنابهای ایمان من داره پاره میشه، دل من راستش مستحکم نیست، بسیار یه موقع ها تکان تکان میخورم و میلرزم. ای خداوند، رحمت توست که فقط پاهای منو نگه میداره، این فیض توست که من را لغزش حفظ میکنه. پس همه ای ما محتاج این پوری هستیم. اگه در زمانهایی هستی که مثل من ایمان گذشته برای امروز تو کم آوردی، کمه، کفایت نمیکنه، بیا جلو پوری خدا رو دریافت کنی. آمین. چشمای خودمونو میبندیم. گروه پرستنده در حالی که دارن سرودی رو صدای ملایم می نوازند، عزیزانی که نیاز به این پوری، نیاز به این تجدید قوا، احساس میکنن که کم آوردن، نیاز دارن به یه قدرت، به یه همراه، به یه یاور، به یه تسلی دهنده،
یه تقویت کننده، به یه شمعون که در مسیر صلیب، سنگینی این صلیب زندگیشونو، راه های پرپی پیچ و خم، وادی های سایه تاریک موت رو رو شونه های او بذارن. خدا امروز قادره به ایمان تو جواب بده، ایمان تو ابراز کن، با دلیری با شجاعتی شروعشه و خدا امروز میخواد پر کنه تو رو، ایمانی که بر هر نفسانیت و انسان کهنه که ما رو دائم پایین میکشه و در سختی ها میخواد پاهای ما رو به عقب بکشه، میتونه فائق بیاد.
Amen.